بله. سلام علیکم، ما پله یوس هستیم. در ادامه بحثمون، بحث تعنیف، رسیدیم به وسط بحث تعنیف. میفرماید و هن امت، اگه داشت و هن امت دارید در پاراگراف و هن امت عکارت شواهی شید خرید الاخید خرط گمورا. یه درسته که اصل تشوبه کردن اینی که آدم از خطا که مرتکب شده پشیمونی کامل پشیمون بشه و یعید علم یودی تعلومات طوری که هشمید برخ که از تمام اسرار اطلاع داره بتونه هشم راجبش شهادت بده که گمار بدی باشه رو یشوب از خیسته که این آدم من که تو دلش را خبر دارم، من میدونم که تو دلش واقعا تصمیم قطعی گرفته که دیگه طرف این کار نره. اگه اینطور واقعا تشوبه بکنه، تشوبه امیتیه که ما شکتا و رنبام، همونطور که رنبام در حلقات تشوبه بنویسه از کتش امرو تا حدی که در مسیح قیدوشین ممتد نوشته شه همه کدشه تا ایشا و امر الله علمنه چنی تا دی گمور هره زم کدشه. یه ببین چقدر قدرت فکر آدم واقعا اثر داره که در مثلا قیدوشی نوشته یه نفر آدم رشا مروشا که تو دنیا به رشایی مشهوره، اگر یک پولی بده به یک زن و بگه من تو را دیدوش میکنم تو مقدشت من باشی به شرط اینکه من صدیق گامور هستم، ظاهرا کسی بشنمه اینو میگه این مقدشت نیست، چون این حرفش کاملا دروغه، چون همه میشناسنش، میدونن یه آدم از گوین بتره رشا، چه رشایی هم هست. ولی میگه حتی آدم رشا هم اگر همچین حرفی بزنه بگه به شرطی که من صدیق گامور هستم تو مقدشت من باشی، نوشته مقدشت زنه عقدش میشه. افیل و ایمهای یدو الان نوشه و رشا گامور، حتی برای ما دونسته بود که این آدم کاملا رشایی. چرا فس مقدشته؟ میگه دشم ماهیر هست شما بلی بو، شاید اون لحظه که داشت این حرف میزد تو فکرش تشوبا کرد نیمتا. از اینجا نتیجه میگیریم شبهیر هور تشوبا لخود نعصب تدی گمور. آدم حتی فقط با فکر کردن، فکر این را که بکنه که تشوبا بکنه، میتونه در یک آن تبدیل به تدیق گامور بشه. و خیل میمش امروه را پسوک، همچنین از چیزی که تو پسوک تهیلیم گفتن نوشته تشب انوش از دکا، یعنی چی؟ تو انسان را حتی برمیگردنی به تشوبه از دکا، یعنی چی از دکا؟ یه دکا ازشون دیختوخ میاد، از دکا یعنی از دیختوخه شل نفش، یعنی حتی خاص شلوم اون لحظه آخر زندگیش هم، اون لحظه که مثل شمعی که در حال یواش 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 خاموش شدنه، اینا بهش میگن دیختوخ. دیختوخ یعنی رفتن و کم شدن، کم شدن، کم شدن. میگه حتی تا لحظه دیختوخ شل نفش، در اون لحظه هم که دیگه لحظات آخری آخریه که دیگه داره واقعا نفشش مثل شم خاموش میشه، حتی اگر اون لحظه هم هشمت برد، حتی اون لحظه هم منتظر آدم برگرده تشوبه کنه و میپذیرتش. و تیکشل تیکونه حتی شوبه لربن و هاری زر خوش آرام کوبالیم. یه ظاهرن اینجا سوالی پیش میاد بستر تیکونه تشوبه که
در کتابشون هریزال و قبال های دیگه نوشتن که چی نوشتن؟ شخیبو کما تحنیوت الکل خیت و خیت، اونجا نوشتن به این راحتی نیست که آدم تشوار کنه، برای هر خطا و خطایی چقدر باید تعنید ها بگیره، چقدر باید نمیدونم فیگوفیم ها و نمیدونم ریاضت ها بکشه و چقدر باید نمیدونم میتوه ها بره، چکار کن. اینجا ما داریم میگیم با یک لحظه آدم میتونه با فکرش حتی میتونه تشوار کنه، ولی اونجا تو کتاب هم قبال ها و کتاب های هریزر نوشته برعکس، نوشته به این راحتی نیست، هر کسی که میخواد چی کنه باید با بابت هر خطا و خطایی، خطا تازه از آغون و پیشم سبکتره، حتی بابت هر خطایی صحبه از روی عمد نبوده، با این وجود باید چقدر ها تحنیف بگیره. میگه خب اینا راه ظاهرم سوال کن، اون چی میگه فرد؟ میگه کوارتر طول ازه، جوابش را دادن قبلا، شاید تعنیات و سیگوفیم ترخیم لحتم اولخله هم مشخیتیم و همه کترگیم شنیم رو والیده عوانات و افشعیم. میگه تعنیت ها و زجر کشیدن ها به صدا ریاضت کشیدن ها، تمام اینها لازمه برای از بین بردن بدگویا، یعنی اون فرشته های بدگو، اون میکترگیم که توسط آبونها و اون تقصیرات آدم اینها آفریده شدن، برای اینکه اونها را از بین ببره باید این تنیس ها اینها را بکشه. شهاور اویر اخیات کنا لو کتگور اخیات، همونطور که در پیغابود نوشته آدم برمینن یه آبون میکنه برای خودش یه بدگو میخره، که یه داره بدگویش را میکنه. اینی که و گم که دیل تایر تشیر پا گم، و همچنین برای پاک کردن، برای تاهر کردن اون چیزی که صدمه زده بهش، این تحنیت ها رو میگیره. و هر از دومیل میشه زدون لیبو تیشی او، یا این درست مثل چیه؟ مثل کسی که مثلا یک دفعه دلش تو قلبش میاد فریبش میده، گولش میزنه، او مخمد میعود زهیروتو لیخنخ خنم ملخ، یا یه دفعه رگ شوتگیش گرفت، یا اینکه حواسش نبود، به خاطر اینکه خوب مواظب نبود اومد و جلوی بارگاه دربار پادشاه را کثیف کرد. و اصنعه هو ملخ سین اگدوله انا شعر ملعودی بول اصود کن، و به خاطر اینکه این همچین قصدی کرده، همچین کاری ازش سرزده، پادشاه دیگه چش نداره ببینه تش، یک نفرت زیادی ازش به دل گرفت پادشاه. به خشه نیت خرد و وایل ملخ، ولی اگر این آدم پشیمون شد و اومد به نزد پادشاه و ای پولیف نرگرد و افتاد به پای پادشاه و خواب ایت خنن لو مخسته هم ملخ خسیل، میگه شروع کرد گریه کردن و التماس کرد به پادشاه، مخسته هم ملخ خسیب شتخف میترسته الاف و مخل اشمتو به اوهوو ندوه. اگر واقعا پادشاه خوبی باشه، مهربونی باشه، اون پادشاه پرهیزکار احسان میکنه، فورا راضی میشه و مهیلا میکنه اون تقصیرش را و با دست باز اینجا به سلام دیگه از این بعد دوستش داره. اخ بیتنای، ولی به یه شرط، شیکنخ داشه لیخلخ هخل ملخ، به شرطی که پاک کنه، تمیز کنه اون دربار پادشاه را که کثیف کرده. اولفی گودن لیخلوخ اولفی وشوتو کخ طریخ امال ویگی عربار کنخو، بسته به این که چقدر اون کثیفی که به بار آورده و اون به صراح کار بدی که کرده چقدر بزرگ بوده، به همون نسبت باید زحمت و مشقت بیشتری تحمل کنه برای تمیز کردنش.
و این میتعطل هایش میلکنه اخرش لیخره. حالا اگه آدم ها اومد گفت آما محیله کن بره دیگه، اینقدر شما نباش، حالا دیگه اینقدر نباش شما سخت بگیرید، تنبلی کرد نخواست، میگه خب فقط اومد تقاضای بخشش کرد، ولی یک وقتی بهش گفتم تمیز کن تنبلی کرد. نه حالا دیگه کمرش درد میکنه، وقتش رو نداره تا ببینه، اگه اینجور جواب داد آنوش یعنش علاشه لخ اصلا که بودم منخ خسید همچی آدمی را صد البته فورا جریمش که میکنن، ایچی مجازات شدیدترش هم میکنن به خاطر اینکه اصلا هیچ محل نمیذاره براش، اصلا مهم نیست این احسان و این مهربونی این پادشاه مهربون که اینقدر بهش لطف داره و این داره اینطور با چی میگن اصلا براش مهم نیست، با بی اهمیتی هم که داره رد میکنه، میگه تنبلی میکنه، اصلا براش بی اهمیته، این را میگیرن چیکارش میکنن، بدتر و بدتر مجازاتش میکنن. به صبح بود تاریخ شکنخ الکل خوش رو به تو با تو چه بخواد چه نخواد آخر سر این باید، حتی دلش هم نخواد آخر سر باید اینجا رو پاک کنه. و نصف گم هوش بیر اوتا ملخ رتون حتوب شل هایش شروطه تکن تشر کلکل. و جز این وقتی پادشاه میبینه که واقعا این آدم رضایت داره، خودش با دل خودش میخواد اون چیزی که خراب کرده خوبش کنه، گمهویش رخ از رو وقتی میبینه یه آدم میاد تقاضای بخشش میکنه، میگه ببخشید من نفهمی کردم، خامی کردم، من نمیدونستم چی فلان اینا، وقتی میبینه که واقعا آدم میخواد که دل تکن کنه جبران کنه، پادشاه همینطور نمیشینه، فقط این نیست که مثلا بگه خب بخشیدم، جز این که میبخشتش وقتی میبینه که واقعا آدم میخواد درست کنه کارش را، حتی کمک میفرسته واسش که به اوفن بیم اکتیل خواهی تو کن، طوری که یه روز لازم نیست اصلا زیادم زحمت بکشه، یک ذره با یه ذره کار کم پادشاه هم واسش کمکی میفرسته، خیلی راحت زود اینو تمومش میکنه. لوخن رئیش شلوخ اصل که بودو، ولی کسی که میاد میگه من معذرت میخوام، من تقاضای بخشش میکنم، پادشاه میگه بخشیدم، حالا برو اونجا تمیز کن، اگه یه رو برگرد بگه نه دیگه تمیز کردن با شما ها دیگه من وقتشا ندارم. کسی که برای پادشاه اهمیتی قائل نیست این کار رو بکنه، پادشاه دیباتش کمکی نمیفرسته، گم همه دیگه لوی خوص علم پادشاه هم دیگه رحم نمی کنه بهش. و یعنی خن و شیه معریخ تیرخه هر چیه تکه نتشه ایوتو، پادشاه تازه نه فقط هیچ کسا نمیفرسته کمکش کنه، میگه تا چشمت درات برو دندت نرم چشمت کور برو اون کاری که کردی درستش کن تمیزش کن، هر چقدر سخت باشه هر چقدر باید زحمت بکشی باید بکشی، و هیچ کس هم نمیفرسته کمکش کنه. چرا؟ چون با پررویی با بی‌ادبی با پادشاه اومده رفتار کرده. کن هدوار هزه، همینطور هم این موضوع در مورد ما صدق میکنه. به نهی شکرش فرخون ملخ رخون خنون، درسته که پادشاه یعنی هشمی برخ پادشاه رحم و حنون هست، هو امر هشمی برخ فرموده، درسته که مهربون رحم و حنونه، ولی خود هشمی برخ فرموده تو خوشه یه نوشته که خو ایمخم دوریم و شوبو الاشم، با خودتون چیزها را بردارید و برگردید به طرف هشم. یعنی چی چیزها را بردارید؟ یعنی تورا و میکروتها را با خودتون میگید تو دستتون برگردید، بسید من قبول میکنم، ولی به شرطی که اون ریخروخی که گردید تمیز کنید و با خودتون
برید چیزا رو بردارید بیاید تمیز کنید، میفرو تورا ایناتون رو زیاد کنید. او حویم ندوا که شب اپی میمنو، اگر واقعا من ببینم که شما واقعا میخواید جبران کنید و میخواید که تمیز کنید اون چیزایی که کثیف کردید، من هم کمک میفرستم براتون که زودتر بکنید کارتون، به راحتی بسیاری جبران کنید. چون اون موقع دیگه خشم من هم از شما برمیگرده، دیگه شما دوست دارم. اول الکل پنیم طریق به تحیر تشر پاگم نمالا، ولی در هر صورت باید تاهر کنه، باید تمیز کنه اون چیزی را که تو دنیاهای بالا خراب کرده، اون چیزی که کثیف کرده و شموت که داشیم عویرا کرده. اینجا تو شموت که داشیم تو نامهای مقدس هشمید باره خصوش هم اونها را کثیف کرده، باید اونها را تمیز کنه. به کیسه عکبوت را کثیف کرده، باید تمیز کنه به خدمه. و شر کلکل تینورو تا شفع، لوله های شفع و نعمت هست که از اونجا هشم توسط اون لوله ها نعمتش را برای ماها میفرسته. و آدم با آوان هایی که کرده این تینوروت ها را، این لوله ها را زده، سواخ کرده، شکسته، خرابشون کرده. آدم به صدر خدا به چوا میشه، ولی خب اینه که زدی شکستی و اونایی که کثیف کردی و باید تمیز کنی، باید اینه که شکستی لوله هاشا باید عوض کنی، لوله های سالم باید بذاری، باید درست کنی اینها را. و اشیر بارا مشخیتیم نخبه جز این با اون عویره هایی که کرده مشخیت درست کرده، یعنی فرشته های به اصطلاح بدگو و صدمه زننده درست کرده، اونها را چه کار میکنه؟ از یه دشت پلگه ما این یه دو اناب یه همه اینها را میتونه درست کنه، به شرطی که از چشمانش گریه بکنه برای بابت اون آوانهایی که کرده، اون موقع اینها درست میشه. وی انه نفشو به تعنیات و سیگوفیم و مینه اینوی، و جان خودش را با تعنیتها، با رنج دادنها و با انواع ریاضت کشیدن ها جان خودش را یک ذره زجر بده. و سیگوفیم و ایسوریم شن احوا، و ایسوریم هایی که خس و شلوم داره، اون ایسوریم ها را شمکبلیم الاسمو بیرتونو حتو، این ایسوریم ها را با احوا با عشق قبول کنه. بگه آقا اینا باشه، اینا واسه کفارت عوانات هم باشه، این زجری که داره الان کشید این به جای عواناتش باشه، که به جای اون عوانهایی که کرده اینها بشه کفارای اون عوانها. این زجری که میکشه مخمت اخواش او حبت کنو، چرا؟ چون با این کارش داره نشون میده که واقعا هشم رو دوست داره، که داره برای هشم این سختی ها رو به جون میخره. به خاص هم که بودو یعنی کابود هشم براش مهمه. هکول لفی ما شهیر با اشما، بسته به اندازه که آوان کرده، اینها هم خاصشون هم با بیشتر باید زحمت بکشه و آوانهاش را پاک کنه. اولفی ما شعور زمن شلو شد لیبول تکنه تشر ایوتو، یا مثلا آوان کرده ولی فورا بر نگشته تشوه کنه، گذاشته سالهای سال، هر چی بیشتر ازش بگذره بدتره، سختتر میتونه اینها رو پاک کنه. مثل چیزی که مثلا لیخروخی که الان تمیز، الان به اصطلاح تازه تره، راحتر میشه پاکش کرد. و اینکه بمونه زمان زیادی بگذره، یک سال ازش گذاشته بعد خشک میشه، جا میندازه، او باید حالا بیشتر باید حسابه، بیشتر باید چی کنه تا تمیز بشه. همینطور هم آبون هایی که کرده بسته به اینه که چقدر ازش گذاشته رفت شده، به همون نسبت سختر میشه پاک کردنش. او خموش نیستو برق تشوبه، بسیار از شما یه همونطور که بعدا در مورد تشوبه می نویسیم. و همه ات شعوسه کیرتونو حتی خشو هربه، اگر واقعا آدم با میل خودش میاد و یک ذره حتی یسوریم به خودش قبول میکنه برای کابود هشمید برخ،
همون یه ذره در نظر اسمیت برای خیلیه. چرا؟ چون با کسی مجبورش نکرده بیاد، خودش فکرش کرده، گفته نه کار ما خوب نبوده، خودش به رغبت خودش اومده به شما کرده. این حتی اینجا اگه بیاد به درگرشه سلام علیکم، حتی یه ذرهش هم خیلیه در نظر هشمیت برق، و هشمیت برق ازرو میکودش، هشمیت برق براش کمک میفرسته. اختیب و اوور الپشا، هشمیت برق رد میشه به صدا وقتی بینه اینطوره از تقصیرش رد میشه. اختیب راحت هشم ات سوات بنوتیون، هشمیت برق به صدا میگذره، ولی گفتیم به این شرطایی که گفتیم از مثلا کثیفی دختران سیون و اسرائیل میگذره، به شرطی که این طور تشوبا کنن لوخن لعیش، تمام اینا به شرطی که چی؟ آدم میاد تشوبا میکنه، پشیمون میشه، ناراحت میشه از اینکه هشم ادبرخ را عذاب داده، خسوشالو هشم ادبرخ را سهر داده، و میاد و شروع میکنه گریه میکنه به درگاه هشم، ببخشید من هشم، من تو اینقدر ناراحت کردم و چی کردم و من نمیدونستم و نمیفهمیدم و اینا، میاد و تشوها میکنه، تهنیت میگیره به درگاه هشم، هشم میدونه خوشحاله، خوشحاله و اینه قبولش میکنه، میگه لوخن لوخن لعیش شلو خطر که بود کنو و اینا میشته دل تکنه تشه ایدو، ولی کسی که کابود هشمیت برخ براش مهم نیست، اینطور نیست، کسی که براش اهمیت نداره، آقا آوون کردی، خب بسیار همه آوون میکنه، یعنی زیاد براش چیز نیست، مگه من فقط گوی میخوردم، نگاه کن چقدر دارم میخورم، مگه من فقط شبات خلو کردم، نگاه کن چقدر سوار ماشینم، مگه من چی که... یعنی یه حالت بیخیاله، انگار نه انگار هشم رو تو ناراحت کردی، خب سهده خدا خدا خودش ببخشه، خودش اون بالا نشسته، خدا خدا یا فرمون ما چاکرتیم، فکر میکنم اصلا اینجور بگی، این یه حالت بیخیالی و یه حالت بی اهمیتیه، یعنی براش مهم نیست که هشم رو ناراحت کرده، فقط فکر میکنم الان دو تا تیکه پاره از این حرفا بندازه برای هشم، هشم ادبرخ هم خصوصاً لوتی الوتی میگه بس بر ما اصلا تو هم بیا تو، اینطور نیست، هشم رو باید نگاه کنه مثل یک پادشاه، مثل یک پدر رحوم و حنون که واقعا رحم داره بهش، ناراحتش کردی، خب باید چیکار کنی؟ عقل خودت باید برسه، ناراحتش کردی، سرش دادی، اگر عقل داشته باشی خودت ناراحت میشی از اینکه ناراحت کردی هشم را، میای گریه میکنی، زاری میکنی، هشم این وقت میبینه واقعا تو از صمیم قلب تو ناراحتی، هشم هم کمکت میکنه، یه چرا که نه بیا منم کمکت میکنم، اینا که کسی کردی من باید کمک میکنم پاک کنی بسید، ولی اگر یکی میگه ما خب ما روسیایی، ما روسیه و در قشنیم، قربون از خدا دیگه خودت دوسته کردیم دیگه، خودت محیلا کن دیگه، ما یه غلطه کردیم دیگه، خودت هم دیگه با اون بزرگی خودت ببخش رو، یا الله بخورت هم بره، اگر ناراحت نمیشه از این که هشم رو ناراحت کرده به کاراش، میگه کسی که اصلا لو خاص حل که بود کنو، براش کاوز خالقش مهم نیست، و اینا میشته دل تکه نتشری به تو، میگه خب بسید در خودت داری میگی که آوان کردی، تلاش کن یه جوری جبران کنی اون کارا را، میگه اصلا تلاش نمی کنه که اون کارا را جبران کنه، همچین کسی افلا زود انوشی انش، این آدمه نه فقط خسته شرم نمی بخشنش، بلکه بیشتر و بیشتر مجازاتش میکنه از شما، این میگه آه تو تازه نه فقط اصلا نمیخوای جبران کنی، تازه اصلا برات هم مهم نیست از شما ناراحت کردی، بدتر خاص و شدم مجازاتش میکنن، و صف صف
بابت اون سخرا بهش میدن، مزد به اونا بابت اون میدن بهش، ولی بابت این کارا که کرد چی؟ نه اینطور نیست که مثلا آقا مثلا یه میسا کردیم، یه عورا کرده، یه میسا کرده، این با اون در، اینجوری نیست. مثلا بازی چیزی نیست که بگیر این با اون در، این با اون دری نیست. این اون حسابش جداست. میسا کردی، هرچی میسا کردی مزدت هم میگیری. حالا بیا حساب دیگه داریم، حساب عبره ها. بابا این اونم مزدش را گرفتی، تموم شد. حالا باید پاداش مجازات های عبره ها تا بگیری. یعنی این به اون دری نیست که بگیم این هم مثلا چهار تا میسا، چهار تا عبره ها، چهار تا این هم. اونجوری نیست. مگر یک نفر واقعا بیاد تشوها بکنه، ناراحت بشه از این که از شم رو ناراحت کرده، مثلا حتاتی، آویتی، فشاتی، واقعا از صمیم قلب واقعا بگه و ناراحت بشه، اون موقع سعی کنه کارهایی که تاره کرده رو، مثلا اگه کارهایی شبه کرده حالا جبران کنه. مثلا تاره کنیسه نمی اومد، حالا سعی کنه بیاد. حالا شبات نگه نمیداشت، حالا شروع میکنه شبات نگه داشت. نه اینکه بگه آقا من شبات نگه نداشتم و خب خدا میله کنه و دوباره همون کاراش رو ادامه بده. هیچ به هیچ میگه عوضش من میبینیم من چقدر آدم و یتیم و بیوه و اینا رو من چقدر خوراک میدم، من میبینم و دست در نکنه. میسواشو میبری ولی اینش هم میبری، این مجازات این هم میگیری، این به اون دری نیست. بله. اگر بخوایم دوی بخشش کجا بخوایم چه وقت میکنه مثلا این موسیقی که بیدت دوستی این دوست میخواید در بیاری اون را فقط هرچه میدبرخ میکنه. خب اونا خودش نمیتونه بدونه، اینا فقط هرچه میدبرخ میتونه شهادت بده. اینه که آدم باید مگه ایمان کنید من نفهم دودم که کی نیست چی بود درست بسه درستش کنی چی بسه به گوزن بسه نشده نه دارو بکنی نمیشه اینجوری بگیم. این حسابای هاشمی که آخه ما نمیتونیم بدونیم. شاید آدم صدیق باشه، حالا کلیدش اینوری شد. این پس این آدم آبونکاره؟ نه من گناش برسه نشه موقعی که بود یک کارو کنیم برموزم بگیم. نه نمیشه گفت هر چیزی حسابی داره. مثلا خاصشان نوشت تو من میخونیم توی سیدون هم میکنیم میگه تو گمارا میگه آدم خاصش هم یه خار تو انگشتش نمیره اگر گزران نکرده باشن بهش. اگه گزران نشده باشه یه خار تو انگشت دستش هم نمیره. دستش هم بکنه این وسط من که آدم بده به خوانه بکنه. اگر مثلا شد دستش یه جایی رفت، اگه گزران نشده باشه که تو اینجا خار بره نمیره تو دستش. اگر رفت یه حساب کتابی هست رو شما، ممکنه حالا آدم صدیق هم باشه، ممکنه یک آدم خیلی صدیق باشه یه حسابی داره. اونا دیگه میگم به اصطلاح فارسی چرتکه دست اوست کریمه، یه حساب کتاب دست خودش میدونه. اون میدونه بابت چی گرفت. مثلا در شما یادتون باشه در مورد اون معصیه ربی الازار پسر ربی شمون بری های که به زنش میگه فوت میکنه، به هیچ کس نگو که این فوت میکنه، جسدش همون بالا بخوابون انگار خوابیده. میبینید که چیه میگم؟ آدم صدیق صدیق میبود که تو گمارا بعضی هم میگن 18 سال، بعضی هم میگن 22-24 سال هیچ کس نمیدونست که این فوت کرده. اون بالا خوابیده بود مثل یه آدم خوابیده، هیچ بدنش هم نه بو گرفت نه پوسیده شد هیچی. گمارا میگه بعد از 18 سال، بعضی میگن بعد از 22 سال، حتی مگر یه مثلا مو ازش کنده میشد جاش خون میومد، مثل آدمی که خوابیده. اینطور این صدیق بود، بدنش هم قدوش 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 بود. یه از این صدیق تر از این بعد از 22 سال یه
تو تمام این 22 سال هیچ کس جز زنش نمیدونست که این فوت کرده. خودش گفته بود، گفته بود نگو، چون آخه این خیلی بی‌پروا بود، مثلا خیلی جاها مثلا این ضد حرخامی میتونه، حرخامی مثلا میگو نه حرخامی اینجوری، این مثلا میگو نه خیلی باید تمام دزدا رو باید اعدام کنن، باید عره کرد، خیلی مثلا چیز بود، خیلی تندرو بود، خیلی جاها مثلا تو حلقه حکامی باش موافق نبودن، مثلا حکامی میگفتن باید را اومد باشون. این مثلا میرفت به شترا بهشون میگفت ببینم شما چجوری چیز دزده را میگیرید. خب میریم شباب گشت میزنیم، اگه بیدیم یکی داره میره از دیوار بالا میگیریم از دیگه. نه بیاید من بهتون بگم چجوری دزده را بگیرید. این به پاسبونا میگفت چجوری دزده را بگیرید. پسر ربی شما باید خواهی ربی الازر میگفت صبح طرف های ساعت 10:30 صبح هنوز زور نشده برید تو قهوه خونه ها نگاه کنید، ببینید هر کی داره چرت میزنه این دزده، بگیریدش. چون دیشب تو در کار بوده از الان خوابش میاد، بی خودی کسی که سر کار باشه این ساعت نباید بخوابه، اینطوری تک 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 تون 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 دزده شهر رو گرفتن و یکی تون 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 اینا رو اعدام میکردن. لحفظی الفرد لوت لحظی مثل خلخلی لحظ تون تون میگرفتن اینا رو. حخامی موافق نبودن با این سن، حخامی فرستادن سراغش بودن تو چه کار داری میکنی؟ داری آدم ها رو تون تون به کشتن میدی. یعنی برگشت گفت کتیم انیم خلمه گم، یعنی من دارم خارها را از توی باغ دارم خارها را در میارم. یعنی اینا خارم، اینا خار جامعه، اینا را من باید در میارم. حخامین برگشتن بهش گفتن بذار خود باغبون به باغش برسه، بذار خود عقلش بارو خوب حساب کتاب رو بذار دست خودش، تو جانشین خصوش رو مشمید برای که نیستی. اگر طبق تورا اگر عد هست شاهد هست که این آدم دزدی کرده، آره ما میتونیم بگیری و چیزی که تو تورا نوشته اجرا کنی، ولی وقتی شاهد نیست اینا، چون میخوای بری از روح قدش و از روح حخما و هوشی که هشم بداده، یا تو دزدی، اینم دزده، یالا بگیرید برید. حالا درست هم گفته باشی ولی تو داری دخالت میکنی تو کارهای هشم بدبره، بذار خود باغبون خارها را خودش، اونا میدونه کی به کیه، کیه باید خسته شلام بکنه از اینجا. خیلی از این نمونه ها زیاد بود که این مثلا یه چیزی میگفت که حکامی موافق نبودن داشت، مثلا این به زنش گفته بود ببین، ولی باید بلو آدم کادوشی بود، ولی واسه همین ترسید بعد از اینکه فوت کنه حکامی دل خوشی زیاد ازش ندارن، اون طور که باید تاوود بهش بذارم توی حلوایاش، شاید تاوود که در شأنش باشه، نه خاصشان فکر تاوود خودش نبود، فکر این بود که تو شمایم کیتروگ نشه، که مثلا میگم ببین این تلمید حقام بود باید بیشتر از این براش احترام قائل میکردم و نکردم، و خاصشان هم گذرا بر سر دشمن اسرائیل میمون، و اونم از اون دلسوزی برای مردم گفت یا پس به کسی خبر نده. و تمام این 18 سال این 20 سال مردم که می اومدن مثلا با هم دین تورا داشتن، مثلا یه چیز میخواست اون یه چیز دیگه میگفت، اینا فکر میکنن زنده است، به زنش میگفتن، زنش میگفت شما وایسیدیم، اون موقع طبقه بالا بود و طبقه پایین، بهشون میگفت شما طبقه پایین وایسید وسط سالن بلند بلند ادعاتون رو بگید، تو بگو تو چی میخوای. بعد هر کدوم میگفتم، مثلا این دو آقا من میگم اینجوری، اون میگه اونطوری، تو تمام این سالها صدای خود ربیع الازهر از بالا در میومد، میگفت فلانی درست میگه فلانی درست نمیگه، اینا هم میرفت فکر میکنم اون بالا نشسته داره تورا میخونه، یه نمیخواد بی طول تورا کنه بیاد پایین، از اون بالا داره میشتمین.
تا بعد از 20 خورده سال یه بار زنش اومد اون بالا خونه بره، دید یه دفعه از توی گوش ربیع الازهر یه کرم اومد بیرون. خیلی ترسید، فکر کرد بدنش شروع کرده به پوسیدن، داره میپوسه، مثلا یه کرم زده، خیلی ناراحتی کرد و اینا. شب ربیع الازهر اومد تو خوابش، گفت نترس، این شروع نکرده به پوسیدن. خب پس این چی بود؟ گفت این بابت یه حساب کوچولویی بود که تو شماهیم داشت. حالا این که انقدر صدیق صدولم بود، یه ببین هشمید برخ تا با صدیقیم هم حساسی میکنه، گفته یک بار موقعی که زنده بوده یه بار شنید که یه نفر راجع به یه تلمید حخامی یه حرفی زده بوده که تقریبا مثل هر مثلا لاشون هره بوده، یه نه اینکه من هیچی نگفتم، من گفتم ولی اونطور که باید محکم نگفتم. یه تو شماییم بابت اون حرفی که با گوشش شنیده بهش مجازات دادن که اون گوشش که بدگویی تلمید حکام رو شنیده و خوب جواب نداده بهشون، اون گوش کرم ازش در بیاد. و یعنی یه نگاه کن، حتی آدم های سر ما نمیتونیم بدونیم بابت چی. حالا یکی میاد میگه این پس یعنی خست و شلوم این آغون داره، این حساب که در دست خود هشمت داره، چورت که دست خودش. بله، حالا بعد از این سخنان نمیشه گفت، نمیشه گفت. خب نه، نمیشه همچین چیزی گفت. چقدر آدم های صدیق داریم که حسو شلوم چی چطور فرام آدم نمیتونه بزن. بله خب نه گفتیم پس کسی که صبح سری خود تکن اسم اوتو، حالا چه از هشه معذرت هایی بکنه چه نکنه، این اول آخر باید اون چیزی که خراب کرده باید جبران بکنه. اینطور نیست که ولش کنن از شمایی. خب کردی برو دیگه، برو، اینجوری نیست. کردی، اگه با پای خودت اومدی معذرت خواهی کردی، ما کار رو برسات راحت‌تر میکنیم. ولی اگر نه، محل نذاشت و ول کرد و رفت، بدتر هم در وسطش بهش مجازات که میدن هیچی، آخر سر بازم هنوز مجبورش میکنن از شمایی بیاد و اون کاری که باید جبران میکرد و جبران بکنه. یعنی یا به زبون خوش یا با میگه اگه فهمید با راحت تر، اگر نفهمید بازم باید بیاد درستش کنه، ولی برای خود سخت میشه. خاصه شنون چطور باید جبران کنه؟ اگر اومد و خودش کرد هشمید برخ بهش تخفیف خیلی میده، ولی اگر نه خاصه شنون الیده ای سورین کشین و مارین شیخ هستو شنم یوو علاو الکرخو شلو به تو و تو، اگرم نخواست بکنه طوری مجبورش میکنه. اونقدر خستو شلوم بر سرش یه سوریم های سخت و تلخ بر سرش میارن، حتی دلخواهش هم نباشه، با علم حزه و با علم حبا، یا تو این دنیا یا بعد از سرویس ها تو اون دنیا یه سوری مارا، اگر هم اینجا نکشید اونجا خسته شده، اونجا بدتره. اون موقع مجبور میشه دیگه یه جوری لتکن کنه، یا به گیلگوی بیاد این ور درست کنه، یا یه جوری باید دیگه خلاصه باید جبران کنه. مثلا یکی بود گفت خب الان کرد الان دیگه میگه میره پیش یه راوی، راوی بهش میگه ببین بیا آقا ما یه حالا خدایی کردیم دیگه، خب ما دیگه چجوری جبران کنیم دیگه، ما خطر کردیم دیگه
سلیخا میگیم عشقم، خب دیگه میریم دنبال کارم. میخوام سلیخا گفتیم، خواهد سلیخا گفتیم تموم شد دیگه، دیگه باید چی کار کنم؟ میخوام جبران، میگه جبران چی بکنم؟ ما سلیخا گفتیم، مگه نمیگید بگو حتاتی عویدی پشاتی؟ من هم گفتم، پشیمونم شدم، زو واقعا پشیمون شدم، حتی به سمیم قد که مثلا فلان آبو نکردم، خیلی ناراحت شدم و حساسی آبودی باشه گفتم و قبول کردم دیگه این کارم نکنم. تموم شد. راوه میگه ببین برست نشون میده یه چیز میزنه، میگه مثلا برو این یه تخته بهش میده با یه مش میخ، میگه روزی یه میخ بزن به این تخته، روزی یه میخ میکوبه به این تخته. بعد از یه ماه میگه خب چی شد؟ میگه شد 30 میخ. یا الان روزی یه میخ درار از جاش، این میره در میادم یه ماه دیگه میاد میگه چی شد؟ میگه همه میخا رو در آوردن. میگه دیگه هیچ میخی نمون؟ میگه نه. میگه خب برو تخته تا بردار استفاده کن. میگه نه این تخته سوراخ سوراخ شده. میگه آه میبینی درسته، تو میخا رو در آوردی، تخته برگشت به حالت ظاهرا قبلش، ولی کاملا برنگشت. این تخته اون تخته نیست، این تخته دیگه جای سوراخ مونده. اینا رو چه کار میکنه؟ یه آدمی که آوون میکنه، یه آوون یه میخ میزنه، یه آوون یه میخ میزنه، ولی وقتی که خوزه بیچوا میشه، هر خوزه بیچوا که میشه یه میخ داره در میاره. خب صدق گفتی حتاتی آویدی پاشاتی، همه میخ رو در آوردی. حالا سوراخی که کردی چی میشه؟ سوراخ کردی، تو شمعیم سوراخ درست کردی، سوراخ ها رو باید تکن کنی، باید جبران کنی این رو، جبران کن، برو چه منم اشبختر بیار دیگه تو تخته رو با چی درست شد؟ بله؟ چیز داره؟ من نمیدرستم با تخته دیگه این رو باید یه جوری حال دیگه همینطور هم آدمی هم که خوزه بیچوه میشه به سر در خوزه بیچوه میشه فقط میخا رو در آوردی. حالا جای میخا مونده، اون چیزایی که آمونکی کردی سوراخ تو شمایم درست کردی، سوراخ ها رو باید جبران کنی. چجوری جبران میکنی؟ یه گله هر بود به لیمو تورا بکنه، سلام علیکم، هر کاری که از دستش برمیاد بکنه، سلام علیکم، باید اینکه این چیزها رو جبران بیشتر و بیشتر جبران بکنه. بله اینه کیخن. میگه از اینجا ما چی میفهمیم؟ خیاب آدم لخوص النفشو والکبود کنو، انسان باید هم به جان خودش رحم کنه، هم باید برای کاود خالقش رحم کنه. به خلاشر به خوخول اصورد تکین اتمه و تو یعصه، و تا جایی که در توان داره در امکانش هست اون کاری که باید بکنه، تا جایی که میتونه برای جبران کردن کارهایی که به اصطلاح سوراخی که درست کرده باید انجام بده. عد اشر لو یواو یمه رعا، تا اینکه خسرو شلوم ایام بدی سراغش نیاد، یه سوریم ها سراغش نیاد. یکی میبینید میگه خواه ما جوانی ها یه غلط های کردیم، ما یه جوان بودیم دیگه، جوان بودیم و جوان بودیم و جوان بودیم، خب اینا اشتباه هایی کردیم و اینا، خب خدا ببخشه، همین خدا ببخشه، خب بریم به این سر کار سر کارم خودم. الان که دیگه باروخش ما دیگه زن و بچه داریم و دیگه چی داریم و به راه اومدیم و دیگه کنیسا برو شدیم و ما دیگه باروخش من سیسیت میکوشم من چی میدونم من فرام دیگه این حق خیلی خوب که به راه اومدی، ولی یارو شما یک کلمه از اون حرفا شنیده که یارو اصلا ناراحته از اون آوان هایی که کرده؟ یارو درسته میگه آقا من آوان کردم، ولی الان خوندیم چی؟ باید همراهش پشیمونی باشه. و حتی نگدی تمید میگه باید خب به سرده آوان کردی، آوان کردی، خب خودت هم خود داری میگی آوان کردی. بعضی اینجوری میگه من روم سیاه، من روم سیاه،
من روسیه هم به درگاهش حالا میگه من روسیه رو دوباره ادامه میده. روسیه سفید کن. یکی اینجوری مثلا بره تو عروسی بخواد بره تو عروسی مثلا یا آقا شما اینجوری میبینید سر و وضع میبینید تو عروسی میگید چی کار کنم دیگه این ما لباسه پرفوره هم میده چی کار کنیم دیگه خب لباسه پرفوره باز همون لباسه پرفوره هم میگید تو خود داری میگی من با لباسه پرفوره هم وقت نکردم همون کنم میخاله خودش اینجوری بخارونه به بوی عرق و بوی سیدن بده مثلا موهای جوریده و اینا که مثلا یه ماهی همون نرفتن و اینجوری بکنه اینطوری بکنه خودش اینجوری بخونه و لباس های کثیف و یقه چر کنه اینم اینجا و خاکی پاکی و اینا بیاد بره تو. حالا کسی میگه خب بنده خدا خودش گفته قبل از اینکه پند دقیقه قبل از اینکه بیاد تو گفت من چه کار کنم من لباس وقت نکردم بپوشم وقت نکردم همون کنم این شد آخه دلیل من وقت نکردم چیه؟ خب چرا اومدی؟ پس چرا داری میری تو؟ مثلا یکی که بگه آقا من روم سیاه من آبون کردم من آبون خیلی زیاد کردم خب آبون کردی برو جبران کن و دوباره ادامه میده میگه من روم سیاه من روسیه هم به درگاهش خب روسیه هم خب هیچ چیزی بریم تو عروسی بریم ادامه بده نه اگه میگه روسیه حالا باید یک کاری روس رو سفید کنی بعد یکی باید بگه آقا من همون نرفتم این نشد عذر برو همون پاشو برو همون این هم همینطور یکی بگه من آوان خیلی کردم خب دلیل نمیشه که کارت درست بوده کارت شما بود حالا چی؟ این دلیل نیست که ادامه بدی همون کار رو بکنی آقا ویلکم ما یه 50-60 سال ما هم شباتا خدا معیل کنه دیگه ما اینجوری دیگه ادامه دادیم و شباتا همون با خوراک و با تلویزیون و این چیزا میچرخید این هم شباته ما دیگه خدا خودش رحم و حنونه اینه جواب نشد یکی بیاد دیگه آقا میفهمن وضع من رو درک میکنن که من وقت نکردم من همون کنم بذار من برم توی تالار عروسی هیچون بذار من برم تالار عروسی نه میفهمن خودشون آدم های خوبی هستن میفهمن که من وقت نکردم برم همون این هم همینطور آدم که واقعا میاد تشوها بکنه تشوها رو باید تا جایی که میتونه بکنه نه اینکه بذاره میگه چون بخواد نخواد آخرش مجبورش میکنن اگر به زبون خوش زبون خوش اگر نخواستو شنو به زبون ناخوش خواستو شنو پس میبینیم که آدم قبل از اینکه خواستو شنو ایام بدی بر سراغش بیاد بهتر خودش به زبون خوش بیاد و کارهای اشتباهی که کرده جبران کن قبل از اینکه خواستو شنو ییسوریم چه ممارکین ییسوریم هایی که آدم را پاک میکنن بیاد سراغش یا خواستو شنو امیتا یا مرگ برای دشمنان ایسته او اونچه علم حبا یا مجازات هایی تو علم حبا اگر قبل از اینکه این چیزها سراغش بیان خودش سر رو تمیز کنه اگر نه این چیزها تمیزش میکنن مثلا این بچه که بده مثلا هی بهش بگن آقا خودت گلیشلی و اینا نکن کثیف نکن بخواییم بریم مهمونی مثلا این معنی نذاره بری وقتی میاد میمید از سر تا پاش گل و شل و میخلوخی موان گیر چسبیده به موها شد حالا بیا درستش کن هرچی بیشتر خودش رو لخلخ کرده باشه یا بهش میگی یا خودت میدی تو هموم خودت رو تمیز میکنی میگه نه من دیگه سخته من کی برم یا کسی هست که اجازه بده این همینطور ادامه بده یا دستش رو به زور میگیرن به زور و جیغ و فریاد هم بکشه میکنن تو هموم گریه میکنه شیون میکشه موهاش آشید میکشن و هر دیری که چسبیده بشه به موهاش بدتر دردش میاد تا تمیزش نکنن ولش نمیکنن ممکنه همین تمیز کردن رو یک ساعت بخواد طول بکشه بخواد اینه هموم بشکنن هر چی بماله ولی آخرتا باید تمیزش کنن.
که معمار ربوتن زیخنان میبرخه به خیلوکه به اربع خیلوکه کپره، همونطور که حکمیم همون در مورد کپره در مسئله دیوما فرمودن شهکل، یعنی به یکی میبینی آنشه کوچیکتر میدن، به یکی یه آنشه دیگه میدن. میگه چی؟ یعنی که شما پرسیدی یه هر حکل لفی گود لخیت و لفی خمر شبو و لفی مشهو آدم، هر کسی بسته به بزرگی خطاش و بستگی به اون عوانی که مرتکب شده و بستگی به آدمشه. شهکل شکل اگدار مخوه رو خط او اصطر روش مفکم یوتر، هر کس که درجهش بالاتر باشه از رفیقش، خطایی که مرتکب میشه اثرش بیشتره. مثل این که مثلا یه نفر بگیریم 100 کیلوه، یه نفر 20 کیلوه، خب اینجا مثلا یه مش خاک و ماسه هست، اون که 100 کیلوه بگیم آقا شما پاچه بزن اینجا یه قدم بزن اینجا را برو، اونی هم که 20 کیلوه به اونم بگیم شما هم پا بزن برو، کدومشون بیشتر اثر میذاره؟ اون که سنگین تره، اون که سنگین تره جا پایش بیشتری میمونه تا اون که سبک تره. اون سبک تره سبکه، خیلی سطحیه. یه اونی هم که درجه حخماش بالاتره، همون اوانا مرتکب بشه خسر شلام میگه اثرش بیشتره، اثر خطاش بیشتره تا اونی که مثلا کمتر سواد داشته. خط بله زرکل فی دیاتو و فیت رو، همه این هم بازم بر طبق دانش آدمه و بر طبق یترهرهشه. یه نفر هست اصلا یترهره زیاد باش چیز نیست، اصلا توی باب یترهره زیاد نیست این آدمه. یکی از بدتر یترهره اصلا تو خونشه، یترهره خیلی داره، یکی از یترهره کمتر داره. همه اینا تو شمایی نیسنجن، اصلا اون یکی یترهرهش بیشتر بوده، یکی یترهرهش کمتر بوده، اون یکی فلان. کم ما خیلوکیم یش چقدر فرق ها هست، هند توب هند متاب، چه اینوری چه اونوری فرق میکنه آدم ها با هم. تو شما این به صورت خیلی دقیق بررسی میکنن و زه تلوی به شکول ال دعوت هشم، تمام اینها با سنجش هشمید بلخ میتونه خوب خوب دقیق بسنجه که کی چقدر بهش برسه. الکل پانی کل آدم کل شر به خون اسودی هسته. در هر صورت یه خلاصه کلام این که هر انسانی هر چیزی که در توان داره انجام بده، نگه خب ببین اون آدمه اونم با هم هم کلاس بودیم، با هم هم نمیدونم هم کوچه بودیم، با هم دیگه هر آوانی من کردم اونم که اونم نگاه کنیم مثلا دو تا دونم یه شبات نگه میداره و چی میگم اینا خوب شده، پس من هم کافیه شبات میگردم. یه کی گفته تو مثل اونی، تو را یه جور دیگه میسنجن تو شمایم، درسته آوانه همون آوانه ولی تو هر چی در توان داری بکن، اونم ازش میخوان هر چی اونم در توان داره بکنه، هر کی به اندازه خودش ازش توقع داره. و ال یشی اینو یترو، یه بار گورش نزنه یه ترهرهش به امور لو که بهش بگه شلو اثر کو اخریت انوت، ببین تو الان دیگه تحنید تو اینا تو سنی نیستی که بخوایی تحنید بگیری، یا نه تحنید چه فایده خود بی خود عذاب بدی که چی. یه بار گول این حرفا را یه ترهره نخوره، درسته آدم باید فکر سلامتیش باشه، ولی اگر میتونه در توانش هست حرفی طرف ها گوش نکنه. کیزه شکر مفورسان، این یک دروغ مشهوره که به انین و رین و کما تشوشک و اخشمه انیم نفشم به تحنیات و سیگوفیم به هم بریم و خزکیم یوتر من آخریم به معدنیم، چون خودمون با چشمه خودمون دیدیم چقدر آدم های ظاهرن ضعیف
بی قوه ظاهرن که تعنیس ها میگیرن و ریاضت ها میکشن، ولی از خیلی آدم هایی که میشینن حسابی خوراک میکنن اینها خزکترن و باریترن. کی حبالی تهر مسیعیم و تو من شمای، چون کسی که واقعا میاد خودش را تهر بکنه، میاد به قصدش اینه که واقعا به راه هشم بیاد، میخواد خودش را خزکتر بکنه، از شمایم هم کمکش میکنه. چی جوره پاش میزنه که واقعا یه نفر دلش میخواد بخونه. همون که واسه اون دفعه هم گفتم، اون آدمه که گفته بود اگر به پدرش گفتم اگه مینیان بیاری واسه من قدیش میگم. ایتونه گفتم شمایم دیدم که این واقعا میخواد بکنه، ولی مثلا دیگه نمیشونه سواره ولی دیگه نمیتونه مثلا سوار هواپیما بشه بره تا یه شهر دیگه. این تا این حدش هم میتونه. و واقعا میشمانیم دیدن که این آدم کامل گفته، واقعا با خلوص نیت گفته، نمیخواسته بهانه بیاره، گفته اگر مینیان بیاری من قدش میگم. میشمانیم هم براش آوردن یه کل حبالی تهر، هر کس که میخواد به رایشم بره تهر بشه از شمایم هم مسیعیم دیاره کمکش میکنه. این چند هفته پیش یه داستان هم نوشته بودیم توی نهاییتون باشه، توی نشریه نوشته بودیم، این واقعی بود. یکی از این الان دیگه رابه، اون موقع جوانیش نه فکرم چهار هفته پیش، شاید تقریبا یه ماه پیش نوشتمش، که اسمش بود روح سهره استاد برو، که اییتون باشه، که اون موقع بخوری شیوا بود، بعد مادرش تو خود سنوارس اینا بوده، این مادرش بهش اطلاع میده که داره میاد اسرائیل فلان ساعت مثلا هواپیماش میشینه. این خیلی خیلی دوست داشته اون شیور مشکیه خیلی شیواش رو و میخواست اون ساعت اتفاقا باید شیور این بوده. از یه طرف هم خب احترام پدر مادر، از یه طرف هم نمیخواست این رو لبتر کنه، خیلی ناراحت میشه. حتی از زبانیم هم که میپرسن میگن خب نه باید بری فردی واسه مادره، ولی واقعا دلش میخواسته شیور هم بشن. چه کار میکنه؟ وای میسه از صمیم قلب تفیلان میکنه برشی هم که خدایا من میخوام واقعا دوستاش رو اجرا کنن، کمکم کن. و واقعا از چه میتونه کمکش میکنه. این مثلا فرس این هفت باید مادره میرسیده، این زودتر میره اونجا مثلا فرس پنج میبینه واقعا ساعت پنج و مثلا پنج دقیقه یک دفعه این باید فرس هفت میرسید، ساعت پنج رسید هواپیما، شاد میشه و مادرم میگیره و خواهد وقت میکنه، هم مادرم میگیره و هم میاد و اینا، همم به شیور ساعت هفتش میاده. بعد از چیزه که پرسیده بودن از خلبانه گوین بود، گفته بودن چیوی تو زود رسیدی؟ معمولا تأخیر هست، زودتر نمیرن معمولا. میگه منم نمیدونم، من تقریبا 27 سال یا 17 سال توی این خط هوایی من دارم کار میکنم، هیچ وقت راستی من همچین چیزه اتفاق نیفتاده، ولی امروز از همون لحظه که شروع به پرواز کردم حس کردم یک باد شدیدی از پشت انگار تو جهت من با من می اومد و هواپیما را هل می داد، تمام راه هواپیما را هل می داد. یه اونقدر سریع رسیدیم که دو ساعت زودتر از موقع رسیدیم. میگه به این میگن روح سهره اصاد وارو، هشم دید این آدم واقعا برای چیز قدوشا دلش میخواد، حتی روح سهره میاره که هواپیما رو به حول بده که این زودتر برسه، که این به شیورش هم بره. بارو خدا من رو برم آمین.